یک، آیا او اقلیت و بدهی داره نسبت به اکثریت که باید بگه تا حالاش که اومدین ما هزینه دادیم، از این بچه هم کل هزینه شما میدیم شما بخوریم؟ نه، همچی تعهدی نبوده. دو، آیا اون اقلیتی که آمده سر کار، اکثریت بهش رأی دادن دیگه، آمده سر کار، بدون رأی که نیامده که، آیا این اقلیت میتونه به خودش حق بده که من چون فداکاری بیشتری کردم از بقیه باید بیشتر بخورم؟ نه. در فرهنگ خلفا بود، در فرهنگ امیرالمومنین شیعه که این انقلاب بر اون مبناست و اولین شعارش که خون داد پاش برابری برادری حکومت عدل علی بود، نه. اقلیت است. اقلیت بذار سوالی جواب بدم بعد. یک کمی تحمل داشته باش. اون اقلیت میتونه بگه که نمیتونه بگه من بیشتر باید بخورم. اصلا اونا عرض کردم جنگ‌های صدر اسلام سه تا جنگ بر امیرالمومنین تحمیل شد، ریشه اصلش همین بود. که گفتن ما تو انقلاب بودیم، ما تو جهاد بودیم. چرا من باید مثل این؟ او خانم عرب گفت که چرا من و کنیز ایرانی من، اسیر ایرانی من، ما به دو تایمو به یک اندازه میدی؟ حضرت امیر دو مش خاک برداشت، گفت ای با این فرقی داره؟ گفت نه، گفت سهمتو بگی بردون بار کارت. به هیچ وجه کسانی که تو انقلاب بودن، تو جنگ بودن، زندان داشتن، فلان، حق ندارن بیشتر از بقیه بخورن. این رانت و خلاف شرع و همون چیز. اصلا اسلام علوی و اسلام اموی دعواش شرع همینه. البته همینجا یک سوالی پیش میاد که آقا مثلا یه سهمیه‌ای به خانواده‌هایی که تو جنگ انقلاب شهید دادن، جانباز دادن، اینا یک ارفاقی به اونا بشه؟ جبران اون ضررایی که کردن. اگه تا جایی که جبران ضرره، نه او باید باشه. همه جای دنیا می کاره میکنن. یعنی شما همه الان تو کشورهای غربی میریم، یعنی هنوز بعد جنگ جارون یک پیر مردی 90 سالشه از مترو وارد میشه، یک چیزی اینجاست گاهی واسه کرده، همه باید بلند شن بشینه. چرا؟ چون مجروح جانباز جنگ جهانی دوم بوده. دنیای به سلام غیر دینی هم اینو میپذیره، این عدالت میدونه. اما اینکه شما بگید چون شما تو انقلاب بودی باید برید سراغ بیت المال، زمین، بانک، روابط خارجی، وام، فلان، بیشتر از بقیه، هم چیزی ما نداریم.